با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در ویدئوی قبل به این موضوع پرداختیم که تیم تحقیقاتی مینی سالن در دو فاز داره به بحث گوسفندهای داشتی اصلاح شده میپردازه. یک فاز اول که در سالن‌های خودمون بود و در ویدئوی قبل بهش پرداختیم، اما فاز دومی که ما دنبال میکنیم اصلاح گوسفندهای بومی و انتقال ژن‌های چند قروضایی به گوسفندهای بومی که در روستاها مستقره. جامعه هدف ما هم دو گروه هستند. گروه اول دامدارهایی که در حال حاضر دامدار هستند و دام دارن. ما بعد از بررسی های اولیه اون دسته از دوستانی که از دانش و توجیه کافی برخوردارن و از نظر ما صلاحیت همکاری رو دارن انتخاب میشن، دامهاشون آبستن میشه و برههاشون خرید تضمینی میشه. اگر هم نخوان و برره رو بخوان برای خودشون نگه میدارن، میتونن در ازای پرداخت یه هزینه حداقلی فقط پروسه آبستن سازی رو از ما خدمات بگیرن و برره ها مال خودشون بشه. و البته اولویت ما کار کردن در مراکز و استانهایی که تراکم اون تقاضاها بالاست و برنامه‌ریزی که ما انجام می‌دیم، یعنی در حالت عادی برای یه مزرعه ما این برنامه‌ریزی رو فعلا نداریم، امکانش برامون نیست. اما گروه دوم و جامعه هدف دومی که جامعه اصلی ما هستن، اون دسته از عزیزانی هستن که با کمک گرفتن از سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و برخی از مراکز و مؤسسات مالی، اینها دارن شروع به راه اندازی کسب و کار تو این حوزه میکنن. عزیزانی که تحت پوشش کمیته امداد بهسیستی هستن یا با کمک سازمان جهاد میخوان این کار انجام بدن، یا به کمک صندوقای مثل صندوق امید و بانک رسالت و سایر مراکزی که دغدغه اشتغال زایی دارن، این دسته از دوستان که تحت حمایت و با کمک گرفتن از وام ها و تسهیلات میخوان این کار انجام بدن اولویت ما هستن. اما شکل کار کردن این دوستان خیلی فرق میکنه، یعنی این دوستان حتما باید به شکل متمرکز کار روشون انجام بشه، بسیار مهم هست. اگه این امکان باشه ترجیحاً به شکل مجتمع باید باشن، مجتمع دامپروری باشه که دام ها مستقرشن. و در واقع این مجتمع بودن به این علت هست که تمام این واحد ها بخوان به شکل از ابتدای کار تا انتهای کار به شکل تمام پله پله کاملا تحت پوشش متخصصین و کارشناسان ما باشن تا خطای صورت نگیره، چون این عزیزان خودشون وام دارن میگیرن، خودشون مشکلات مالی دارن و اگه بخوان تو این کار شکست بخورن بدهکارتر از گذشته میشن. از این رو ما در صورت این همکاری رو انجام میدیم که مطمئن باشیم که تمام پلاش تحت نظارت و پشتیبانی خود ما هست تا گام اشتباهی برداشته نشه که اون عزیزانی که این کارو شروع کردن بخوان چند پله از پله اولیه خودشون که کلی نیاز و مشکل مالی داشتن بخوان عقب‌تر برن. و این دوستان هم به این شکل است که دام‌هاشون تهیه میشه و قوچ‌اندازی شکل رایگان انجام میشه، برههاشون هم که به دنیا میاد بسیار بالاتر از قیمت برههای معمولی ازشون خرید تضمینی میشه طبق تفاهمی که میشه. و به طور تقریبی این دوستان سودی که میکنن در مقایسه با حالت دامداری سنتی که در حال حاضر دارن تقریبا دو برابر سود فعلی هست. و برههایی که به دنیا میادن باز ما تو همون شبکه میدیم به برداشت دهنده‌های دیگه و اون دوستان میتونن اون بره ها رو به طور مثال به سن یک سالگی و بلوغ برسونن و بعد اون رو دوباره ما به اعضای دیگه شبکه میدیم. و در واقع هدف اون این هست که کلونی های ایجاد کنیم تا این تولیدات بخواد تو همون حلقه بچرخه. و اگه تو پروسه فروش به مشکل برخوردن یا در مسائل علمی و فنیش به مشکل برخوردن، کاملا میخوان تحت پوشش باشن و نگرانی از بابت علمی و از بابت اقتصادی و بازاری موضوع نباید داشته باشن. و امید داریم که با این روش ما بتونیم بحث گله های ژندار رو بخوام بیشتر تو کشور جا بندازیم. البته در این زمینه هم ما مجموعه نکاتی داریم که در ویدئوی مستقلی به این موضوع میپردازیم که نهادهای حمایتی و ارگان‌ها و سازمان‌ها باید بهش توجه کنن و خطاهایی که در سال‌های گذشته داشتن رو نباید تکرار کنن که انشاءالله در ویدئوی بعدی بهش میپردازیم. و در واقع هدف ما از تمام این کارها در روستاها ایجاد اون خوشه‌های شهرستانی و استانی هست که ما سال‌هاست اون موضوع رو مطرح کردیم.